ایران کجا ایستاده در بحران افغانستان؟ افغانستان. ایران همونطوری که جلوی جنگ جهانی چهارم رو گرفت، همونطوری که جلوی تجزیه کشور منطقه رو گرفت، همونطوری که سیاست‌های آمریکا، ترکیه، عربستان و غیره رو در یمن، در سوریه، در عراق، جای دیگه به شکست کشوند، همونطوری که دیگه جلوی زیاده طلبی رژیم صهیونیستی رو در لبنان و فلسطین و جای دیگه گرفت، اونا رو به شکست کشوند، همونطوری که زیاده خواهی آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها رو تو منطقه مهار کرد و آمریکا داره از منطقه کشور به کشور داره خالی می‌کنه، تخلیه می‌کنه، میره و در واقع ایران شرطش و اصل اساسیش این بوده آمریکا باید از کل منطقه بره بیرون، همونطوری که ایران در مقابل اینا ایستاده، کنار مردم افغانستان هم خواهد ایستاد و درباره یک پارچگی افغانستان عمل میکنه. لذا هر نوع مواجهه احساسی با ماجرای افغانستان غلطه. طالبان باید حد خودشو بدونه. طالبان نمایندگی 30-40% بیشتر افغانستان نیست. طالبان بلد نیست و نمیتونه کشورداری کنه در عصر پیچیدگی ها. طالبان نمیتونه در یک محیط ناامنی مثل منطقه خاورمیانه یک کشور با ثبات و ساختار امنیت به وجود بیاره. اگه ایران رو نگاه کرده که در ناامن‌ترین نقطه کره زمین بالاترین ضریب امنیت رو داره، بابت اینه که اون اقتضائات رعایت شده و در نظر گرفته شده. لذا طالبان باید حد خودش رو بدونه. گروه‌های معارض دیگه هم در طیف‌های دیگه اونا هم باید بدونن که یک طرفه نمیشه. اگر قبلا قرار بود مثلا به طالبان فائق بیان، زمانی که آمریکا اونجا بود و این همه سالی که آمریکایی‌ها بمبارون کردن، اینا فائق اومده بودن. هیچ کدوم از طرفین نمیتونن همدیگه رو حذف کنن. باید با همدیگه تشریک مساعی کنن، کار جلو ببرن. طالبان اگر نخواد همه اون تیره‌ها و گروه‌ها رو در قدرت سهیم کنه، خب همه میخوان اسلحه دست بگیرن، باز روز از نو، روزی از نو. لذا شرایط افغانستان پیچیده است. ایران باید یک، مراقب باشه که تجزیه صورت نگیره، همون کاری که در عراق انجام داد نذاشت تجزیه صورت بگیره. دو، باید کاری کنه که همه گروه‌ها بیان پای یک به اصطلاح میز و بپذیرن سهم هر کدوم از گروه‌های دیگر رو بپردازن. تاجیک‌ها باید در قدرت باشن، ازبک‌ها باید در قدرت باشن، هزاره‌ها باید در قدرت باشن، پشتون‌ها باید در قدرت باشن، بسته به دو عامل: یک، درصد فراوانی جمعیتشون; دو، بسته به نیروی متخصصشون. باید قشنگ تقسیم بشه، همگرایی کنن، کنار همدیگه برادرن، با همدیگه سیستم رو جلو ببرن. و سوم کاری که ایران باید انجام بده، از مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای جلوگیری کنه. قدرت‌های فرامنطقه‌ای هیچ وقت خیر این کشورها رو نخواستن. چینی‌ها، روس‌ها، انگلیسی‌ها، آمریکایی‌ها، فرانسوی‌ها و غیره، اینا چیزی جز بدبختی و فلاکت ایجاد نمی‌کنن. میمونه پاکستان. پاکستان اولا تحریک کشورهای خارجی نباشه، یه ذره انرژیش برای دخالت در افغانستان کمتر میشه. دوم که خود پاکستان باید بداند که افغانستان حیات خلوت پاکستان نیست. پاکستان بعد از گذشت 30-40 سال از دخالت در افغانستان و ناامن نگه داشتن افغانستان، باید بدون خودش داره ضرر میکنه. پاکستان 4 تا قومیت داره، یعنی قومیت بلوچ، قومیت پشتون، و اگر بخواد دست در طرح بالکانیزه کردن و تجزیه کشور افغانستان دخالت کنه، پاکستان باید بدونه که این آتشی است که دامن خودش هم میگیره. لذا پاکستان باید عاقلانه‌تر برخورد کنه و دست از این رویه ها برداره. من برای آینده افغانستان نگرانم و چشمانداز مثبتی نمیبینم. انشالله در لایه‌های گوناگون، در طرح‌های گوناگون و چارچوب‌های گوناگون باید به این ساختار پرداخت که چطور میشه خطر رو از سر افغانستان و مردم افغانستان دور کرد، چون دیگه برای قدرت‌های جهانی افغانستان اون ارزش استراتژیک چند سال پیش رو نداره. و رسماً بایدن ایستاد تو کاخ سفید، اعلام کرد که افغانستان دیگه نمیارزه که ما اونجا به خاطرش کشته بدیم و هزینه کنیم، چون دیگه آمریکا سیاستش رو تغییر داده، رفته به سمت سیاست بین المللی دیگه. لذا الان که افغانستان میره که آرام آرام این قدرت‌های خارجی بخوان اثرشون رو کم کنن، خود جریان نخبه‌گرای نسل جوان افغانستان باید بیان وسط صحنه و کشور خودشون رو بدون کمک خارجی نجات بدن و مطمئن باشن ملت ایران پشت سر اونا هست و ملت ایران حامی مردم افغانستانه و افغانستان رو از خودش می‌دونه.